سال 1911 برای ملت تاجیک سال فراموش نشونده بود، زیرا محض آن همین سال میرزا تورسونزاده سراینده صلح و دوستی و فرزند برومند خلق تاجیک در وادی حصار چشم به عالمی هستی کشوده است. میرزا تورسونزاده ایام کودکی خیش را در وادی حصار پشت سر می سازد. سال 1920 منطقه حصار را بیماری و با فرا گرفت. این آفت مادر میرزا خالبیبی را نیز به کام مرگ میکشد. میرزا همگی 9 سال داشت که از مهربانی و نوازش های مادر محروم میماند. تربیه بعدی میرزا پورا به ذمه پدر واگذار میشود. میرزا تورسونزاده سال 1926 به دوشنبه آمده در صف طالب علمان اینترنت قرار میگیرد. ماموریت اینترنت میرزا را سال 1927 همراه یک گروه جوانان لیاقتمند به دارالمعلمین تاشکند میفرستند. 4 سال تحصیل در دارالمعلمین تاشکند و واخوری با استاد صدرالدین عینی و تکمیل جهانبینی و معرفت شناسی میرزا مساعدت مینماید. سال 1930 میرزا تورسونزاده در اساس راحت کمیته مرکزی کمسمول به دوشنبه برمیگردد و در روزنامه جوانان تاجیکستان اول به صفت خادم ادبی و بعداً چون کاتب مسئول فعالیت میکند. متاسفانه دیدار و گفتگو و نشست با استاد تورسونزاده به من میسر نشد. بسیار جای تاسف است که با من یک شخص مبارک، با یک شخص بسیار برومند، یک نفر شخصیتی بسیار مشهور دنیا ما نتونستیم که هم صحبت شویم. لیکن ایجادات استاد تورسونزاده من خوب آشنا هستم با نوشته هاشون. من یکی از قدم کشایی هستم که خیلی خوشبختم، زیرا با استاد تورسونزاده برها با خوردم، برها در محفل هاشون اشتراک داشتم و همکاری هم داشتیم. بسیار مقاله اون کس در رسانه‌های خبری، در مجله‌های و روزنامه‌های مرکزی به زبان روسی چاپ می‌شد. اون کس خواهش می‌کرد من بارها به تاجیکی گردوندم که بعدا در مجله صدای شهر و دیگر روزنامه‌ها چاپ شدند. اون کس بسیار استاد غمخوار، مهربان، اما شهامتشون بزرگ بود. سالهای پردهشت سیوم ادیب از روی ضروریت یک مدت دوشنبه را ترک کرده در خوجند اقامت میکند. وی سالهای 1934 و 35 در تئاتر موسیقی و مسحکوی شهر خوجند وظیفه مدیر قسم ادبی را به عهده داشت. سال 1934 هنگامی به صحنه گذاشتن پیسه ملکه توراندوت به هنرپیشه تئاتر مذکور صباحت نظام دینوه مناسبت دوستی پیدا کرده با او ازدواج میکند. از سال 1946 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب گردیده تا آخری عمر این وظیفه را پیش میبرد. در دورانی که ما در مکتب میانه میخوندیم ولی در صنف های 8 یا 9 در همین من یادم است در همین صنفی که ما میخوندیم بسیار بچه های بسیار به ادبیات و به خواندن بسیار شخمن خیلی زیاد بودن. بعد ما میان خود وای میکردیم، مسابقه میکردیم که در چند روز یک داستان از یاد میکنن. همینطور ما داستان های استاد میرزا تورسونزاده از یاد میکردیم، از جمله ما همین داستان صدای آسیا از یاد کردن، داستان صدای آسیا و مسابقه کردن با همسنف ما در یادم هست که آسیا گوید سخن آواز آن را بشنوید، همینطور آغاز میشد. موج دریا غرش بحر دمان را بشنوید، آسیا بیدار شد بیدار ترک خواب کرد، راستی و دوستی را اخبت دریاب کرد و همخیر رفتن بگرد. یعنی که مهر و محبت من به ایجاد استاد تورسونزاده از همون کودکی هست و بسیار یک مهر شیرینی در دلم هم هست، چون به شخصیت اون کست، شخصیتی بسیار بسیار شخصیتی فراخ، بسیار شخصیتی که یک دنیا در شخص این انسان بوجود. استاد میرزا تورسونزاده با فرهنگ و ملت خود همیشه میفخرد و ملت با این فرزند با استعداد و نیکنامش. شاعر همیشه کوشش میکرد که با ملت و وطن خود خدمت شایسته نماید، با خلق هم نفس و هم قدم باشد، سخن را به منفعت دولت و جمعیت استفاده سازد. اشعار دلپذیر شاعر مهمترین مسئله های حیات مملکت، درد ملت و آرزو و آرمان های او را در بر میگیرد. در عین زمان آنها نه تنها ارزش های عالی اجتماعی خلق تاجیک بلکه ایدئال های انسان پرورانه دیگر ملت ها را نیز
افادا نموده و منفیت پیشرفت اجتماعی صلح و همکاری های خلق های جهان خدمت میکنند. به سبب نیست که اثرهای شاعر شهرتیار تاجیک بیش به 50 زبان خلق های جهان ترجمه شدند. نظر نو، نظر صلح پرستی، انسان پرستی، آزادی پرستی استون زاده در ادبیات شوروی یک دوره نو را گشود که مثلا در این موضوعات مثلا نیکلای تیخنوف بسیار اثرها آفریده بودند از ادبیات روزگار گیریم، این لئونید سوبولوف بسیار اثرها نوشته بودند، اما مثل تورسون‌زاده کسی آفریده نتوانست. چرا؟ چون که استاد تورسون‌زاده فرزند شرق بودند و از اینکه نسبت به تقدیری شخص اینقدر متوجه بودنشون، اینقدر بی‌پروانه بودنشون و اینقدر که این کس ایجادکاروی جوان مثل که یک آوای گریم اگر یک تصویری بدهی کنیم اگر مثل که یک آچمور گویم اگر در زیر بالهایش چوجه ها رو گرفته از باد و باران و از خف و خطری دیگر ها گرفته و بزرگ میکنند و بعد اونها رو سر میتید، میزود استاد میزود ترسنودن همینطور بودند در ادبیات ما همین کارهای کردند. بسیار شاگردهایی که من بعد بار ادبیات کشیدن در ادبیات دوران شوروی ما مست به همین توسط غمخوری و جمع‌آوردی های استاد ترسون‌زاده بود. استاد میرزا ترسون‌زاده نه تنها پیوسته ایجاد میکرد بلکه راستا 31 سال رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نیز بود و کار ایجادی و علمی را یک جای با فعالیت جمعیتی پیش میبرد. او در تجربه ادیبان جوان تجربه فراوان اندوخت و مکتب خود را به وجود آورد. مکتب ادبی میرزا ترسون‌زاده مثل مکتب عینی در ادبیات معاصر تاجیک روح و روش تازه ایجادی و نوجویی را بنیاد گذاشت. با کمال اعتماد گفتن ممکن است که نور نظم میرزا ترسون‌زاده در دوران ما نیز عالم ادبیات تاجیک را منور میکند. من به همین مناسبت یک فکر میخواستم گویم که جوان های ما بسیار شعر های خوب می‌نویسند، شعر های ریخته، شعر های بلیغ، بسیار آبرزناک، لیکن در قطار همین بعضن در نظم امروزی تاجیکی یک خصوصیتی که کلاسیک های ما داشتن همون قریب فراموش دیست هست، گمش دیست هست و هم همین ریخت نویسی کوتاه بیانی. وقتی که من شعرهای استاد ترسون‌زاده میخوانم همین با مشام بوی شعرهای استاد رودکی میرسد. من فکر میکنم که استاد رودکی که هزار سال در عصر ده مثل ایجاد کرده بود در سهل ممتنع میگویند شعر اون کسا، شعر استاد رودکی، چون که به نظرتون بسیار ساده میتابد لیکن گفتن است بسیار دشوار است. شعر استاد ترسون‌زاده به نظر من وقتی که من میخوانم همین به یاد من میبرد. اگر که استاد رودکی در عصر ده همینطور شعر گفته بود، به نظر من در ادبیات ما بعد هزار سال با استاد ترسون‌زاده در عصر 20 همطور مثل استاد ترسون‌زاده مثل استاد رودکی شعر گفت. استاد ترسون‌زاده پرورده حقیقی نظم کلاسیکی ما بودند. اونگاز ادبیات گذشته ما رو بسیار خوب می‌دانستند و در ادبیات اینگاز تاثیر نظامی خیلی زیاد است. نظامی گنجوی تاثیر دوستان همه خمسه نظامی در ادبیات استاد ترسون‌زاده خیلی زیاد است. خودشان بارها در صحبت می‌گفتند که شاعر دوستان من نظامی است. این بعضا در همه صحبت ها با ما جوان ها که صحبت میکردن میگفتند که ادبیات کلاسیک رو آموزید، این یک مخزن بی‌بهای فضل و ادب و زبان است، فضل و ادب و زبان است. و همیشه تاکید میکردن که در همه چهارچوبه نظم خود ما اندرمان نشوید، نظم جهان رو آموزید، چون که خودشان هم که برای خودشان روح شدند و همیشه تلقین میکنند که این نظر را آموزید. استاد میرزا ترسون‌زاده نه تنها همچون شاعر شهری بلکه ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی
و به حیث رئیس کمیته عدلیه مملکت های آسیا و افریقا در تمام عالم متمدن شهرت داشت. میرزا ترسونزاده به این تشکیلات جمعیتی بین المللی 20 سال عقلانه سروری کرده در تحکیم پیوند دوستی و رابطه های ادبی مردمان دو قطعه مبارزه سیاره آسیا و افریقا خدمت های شایسته به جا آورد. محض استاد میرزا ترسونزاده بود که از منبرهای بلند مملکت های بزرگ دنیا از نام تاجیک و تاجیکستانی عزیز غایه های جاویدانه بشردوستی، ارمان های عالی انسانی، صلح، آزادی و استقلال را ترغیب میکرد. ارمغان استاد همیشه صلح و دوستی بود. او به هر جایی که میرفت صلح و آشتی را میبرد و از سفرها با رهاورد صلح و وحدت برمیگشت. وی به اشعار دلاشوب افکار فعالیت نجیبش چون شخصیت برومند عدالتخواه و انسان پرور در سراسر دنیا صاحب شهرت و احترام گردید. در زمان شوروی اونهایی که به واسطه به گوش و کانهای دنیا سفر میکردند و در برابر گسترش سیاست شوروی همچون نماینده تاجیکستان میرفتند، دو نفر بودند، گاز академик Бобожон Гафуров ва устод Мирзо Турзода. Албатта устод айни устоллаҳо туҷу шоираи классик мороман намегам ки инҳо ҳамтур илоҷи ба онҷо инҷо сафар карданашон набуд. Кам буд. Аммо инҳо шахсан рафта чеҳраи худро нишон медоданд. Ҳамчунон ки президенти имрӯзи мо сарвари миллат, пешвои миллат به هر گوشه کنار دنیا رفته از نام تاجیکستان سخن میگن، با زبان مادری سخن میگن و سیمای و افتخار و غرور و توانایی و عقل و فضیلت ملت ما را نمایش میدن. حاضر دیگر وضعیت دیگر است. تاجیکستان امروز صاحب استقلال است. من استاد ترسونزاده از بزرگترین فرزندان تاجیکستان بودم که هرچند از نام اتحاد شوروی می رفتند، در هر کجا سیمای تاجیک را، غرور تاجیک را، فراست تاجیک را، آداب تاجیک را اونجا گسترش می دادند، نمایش می دادند، ثابت می کردند. بعد جنگ بزرگ وطنی میرزا ترسونزاده چون منادی صلح در تمام جهان اتفاق شوروی را نمایندگی نمود. فعالیت جهانگردی شاعر از سال 1947 صورت می گیرند. در نتیجه سفرهایش به شهرهای دهلی، اسلام آباد، پاریس، ورشو، وینا، قاهره و غیره میرزا ترسونزاده چون شخصیت برجسته فرهنگی و اجتماعی به کمال می رسد و جمهوری تاجیکستان و خلق تاجیک را به عالمیان معرفی می کند. برای اینکه شما توانید یک ملت در جهان معرفی کنید، پیش از آن باید خودش شخصیت باشد. برای چطور چگونه شخصیت بودن کار دانش، من اینطور فکر میکنم که پیش از آن دانش فراوان، دانستنی بسیار عمیق، دانستن ژرف، دانستنی ملت خود، گذشته تاریخ ملت خود، فرهنگ ملت خود، انا تمامی سنت های ملت خود که در گذشته چه بودیم، چه داشتیم، چگونه ما از چگونه رشد کردیم، ادبیاتمون چی بود، تاریخمون چی بود، فرهنگمون چی بود. این چیزها را اگر که ژرف ندونید، با جزئیاتش ندونید، اگر شما نمیتونید ملت در خارج معرفی کنید. استاد ترسونزاده همینطور یک شخصیت دانشمند بود، یک دانشمند بزرگ بود و او توانست با همین صفات خودش ملت ما را در جهان معرفی کند. استاد ترسونزاده معرفیگری نه تنها ملت تاجیک بلکه کشور شوروی بود، یک کشور پهناوری که از شش یک حصه زمین در دستش بود، همین کشور را معرفی میکرد. فعالیت اجادی میرزا ترسونزاده از سال 1930 سر میشود. اولین مجموعه شعرهای او با نام بیرق ظفر از چوب میبراید. سپس شعر و داستانهای بیجادکارم، منظره های خوجند، آفتاب مملکت، خزان و بهار، سرود جوانی، مملکت تیلایی و باز ده ها اثرهای دیگر را انشا نموده است. بعدی که قصه هندوستان به میدان آمد، بعدی که حسن عربکش به میدان آمد، بعدی که صدای آسیا به میدان آمد، اینا اثرهای بودن که همتا نداشتند. استاد ترسونزاده پیش از اینم چراغ ابدی
بعدان که نویسند این بساط عینی بخشش شده در اینجا بسیار صمیمی بود. این تقریبا در وزن در همون آهنگ و صمیمیتش با جان شیرین بسیار مانند است. و اصلا روزه تماما دیگر است. وقتی که ادبیات رو نو کردن نوشوی ادبیات ما هم شروع شد. بعد در پاله اصلا ترزاده پیدا شدن شکوهی پیدا شدن غفور مرزا مومن قناعت بعد آمد اصلا قطب کرام و مستان و استاد لایق و بعد تا جانهای زمان ما ادبیات تماما دیگر شد. من گمان میکنم که این نفس تازه استاد ترزاده بود. رود من عالم دیگر شد، تو همان استی همان. سرزمینت پرثمر شد، تو همان استی همان. دور من دوری قبر شد، تو همان استی همان. دیده و دل پرشرر شد، تو همان استی همان. می دوی در کوسار و سر به سنگا می زنی، اشتری مستی مگر هر سوی جولان می زنی. دست بر سر مو خراشان، رو خراشان می زنی. قطره های سرد را بر کوساران می زنی. در کنار تا سحرگه جای کس گیرد خوش است، با نگاهی دامنی عشق و هوس گیرد خوش است. روی سبز دوره بر بالای خس گیرد خوش است. فارغ از کاری جهان یک دم نفس گیرد خوش است. حرکت های آزادی خواهی خلق های آسیا و افریقا در سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی و دیگر و دیگر خیلی خوب تصویر یافتند. استاد تورسونزاده در سده 20 بودیم، در آغاز سده 20 وقتی که آمدن اون کس شعری نو به ادبیات ما وارد کردن، به طرز نو گفتن شعر به ما وارد کردن. اگر شما القا کردند و در ادبیات ما رایج کردند و در ادبیات ما وارد کردند، اگر شما مین بعد اگر گیرید، اگر استاد لاهوتی اگر ما گوییم، استاد لاهوتی اگر که از استاد لاهوتی این طرف گذاریم، ادبیات ما، شعر ما از استاد تورسونزاده رنگ و بوی دیگر گرفت. مثلا پس از اون استاد قناعت، استاد لایق، استاد بازار، اینها که آمدند، اینها تربیت دیده شعر استاد تورسونزاده هستند. این در مورد ادبیاتشون این نگاهی بند. در مورد که خواننده، خواننده به خواننده نخست از همه، مثلا من خودم اگر گویم، شعرهای استاد تورسونزاده بیشتر و زیبا پرستی، زیبایی وطن، دوست داشتنی وطن، مثلا آب و خاک وطن، منظره های وطن، این چیزها را به خواننده، در دل خواننده جا میکرد. زیبایی شما، من به واسطه مثلا شما به واسطه شعر استاد تورسونزاده زیبایی وطن میبینید. اگر که دوست داشتنی وطن میبینید، انا مهر و محبت به وطن میبینید، قهرمانی میبینید، جان فدایی میبینید، یعنی این چیزها را استاد تورسونزاده به گونه، همین خیلی به گونه ساخت در شعرش که باید به دل خواننده میرسید و او را در او یک تکانی در وجود او به وجود میآورد. اثرهای میرزا تورسونزاده نیز و بسیار زبانهای خلقهای سابق اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و جهان ترجمه شدند. سال 1967 شاعر برای خدمتهای شایانش به عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی سرفراز گردیده است. خود همان سال او برای مستحکم نمودن دوستی بین خلقهای اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و هندوستان با گرفتن مکافات بین الخلقی جواهرالعل نهرو سرفراز میگردد. یک واقع روی داد که استاد تورسونزاده را از دیگر به میدان ادبیات آورد. این سفر این کس به هندوستان بود و دیگه هندوستان اصلاحات بعد از آورد. وقتی که مناسبت دولت هندوستان با اتحاد شوروی بسیار خوب شد،
یک گروه نویسنده با اونجا سفر کردن که استاد ترزاده در اون حیات بودند. اگر خطا نکنم سال 1949 بود با اونجا سفر کردن. در این گروه نیکلای تیخنوف بود. در این گروه ارقل عباشیدزه شاعری بسیار بزرگی گرجستان بود. بعد از دیگر کشورها نویسنده های بسیاری بودن. فیض احمد احمد بود از پاکستان. خیر همطور خلاصه از همه جهان اونجا یک گرد همایی بود. انا همین همایش، انا همین معاشرت، انا همین تفکر دیگر نویسنده های بزرگ را دانستن، با آنها هم صحبت شدن، نظر آنها را درباره دنیا، درباره هستی، درباره صلح و امانی، درباره بزرگی انسان ستونزاده با آنها در همین پیرامونی همین موضوع ها صحبت کرده از نظر با آنها شنو شدن همین یک وسیله شد که ستونزاده از دیگر تولد شدن وقتی که اینکه از این سفر هندوستان برگشتن اثرهای بزرگ آفریدن که در اتحاد شوروی همتا نداشت. فعالیت جمعیتی و سیاسی میرزا تورسونزاده نهایت بزرگ است و نماینده شورای عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان، رئیس کمیته سویت همراهی مملکت های آسیا و آفریقا، اعضای حقیقی اکادمی علم های تاجیکستان و کاتب ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی بود. میرزا تورسونزاده همچنین مبارز و ترغیبگر صلح و امانی و غایه های اینترنسیانالی بارها سفرهای خارجی نموده در راه مستحکم گردانیدن صلح و دوستی مملکت های غرب و شرق خدمت های بی‌نظیر کرده است. باید ذکر نمود که خدمت های ارزنده در ساحه علم و ادب، معارف و فرهنگ، شناخت ملت تاجیک در عرصه جهان زحمت بزرگی بود از جانب این فرزند صاحب دل و بار و ناموس تاجیک میرزا تورسونزاده. پرزیدنت کشور امامعلی رحمان در عرفه جشن مبارک 90 سالگی استاد میرزا تورسونزاده یعنی سال 2001 با کمال احترام و سپاسگزاری به فرمان امضا گذاشتند که این فرزند فرزانه ملت سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان گردیدند.